بنام خدا و بارد سلام. بعد تازه ترین رویدادهای خبری بلخ و شمال افغانستان خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 22 دی الوی سال 1398 خورشیدی است که برابر می شود به 11 فوریه سال 2020 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. جذب نزدیک به 1000 تن طی سال جاری در ادارات دولتی بلخ. تقریبا حدود 900 نفر از طریق امتحانات جمعی و یا کنکوری در سال گذشته معرفی شدند. نگرانی ها از بی‌نظمی در سیستم ترافیکی شهر مزار شریف. خب می‌بینین راه بند است، سرک‌ها بند است، مدیریت ترافیک باید در اینا یک توجه بکنه که اگه ایستادگاه از اینا را صحیح جور کنه، هر کس در ایستادگاه خود ایستاد کنه خیلی خوب میشه. و ویروس کرونا در چین جان 103 نفر را در یک روز گرفت. مشروع خبرها. مسئولان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در بلخ میگویند در جریان سال جاری نزدیک به 1000 تن پس از سپری کردن آزمون رقابتی از سوی این اداره به نهادهای دولتی بلخ معرفی شدند. رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در بلخ میگوید برای ایجاد اصلاحات در نهادهای دولتی و فراهمسازی خدمات بهتر این کمیسیون روند بایومتریک را در ولایت بلخ از یک سال بدین سو آغاز کرده است. در همین حال به منظور اصلاحات بیشتر و آگاهی دهی برای شهروندان این کمیسیون نشست را در شهر مزار شریف برگزار نمود. کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بلخ آنچه را اصلاحات و تغییرات بهتر برای گزینش افراد شایسته پس از سپری نمودن آزمون بیان می کنند. این نشست را به هدف گزارش دهی برای شهروندان و فعالان جامعه مدنی بلخ را اندازی کرده است. مسئولان این کمیسیون میگویند در جریان سال جاری نزدیک به 1000 تن را بعد از اخذ امتحان رقابتی به نهادهای دولتی ولایت بلخ معرفی کردند. تعداد اشخاصی که بعد از سپری نمودن امتحانات رقابتی و پروسه های امتحان در ادارات دولتی خدمات دولتی در ولایت بلخ معرفی شدند تقریبا حدود 900 نفر از طریق امتحانات جمعی و یا کنکوری در سال گذشته معرفی شدند و به تعداد حدود بیشتر از 100 تن از طریق امتحانات کامپیوتری یا الکترونیک اینا موفق به ایراز بست‌های ادارات دولتی شدند. این کمیسیون همچنان روند بایومتریک کارمندان ادارات دولتی را جهت ایجاد اصلاحات مؤثر در ولایت بلخ اوایل همین سال آغاز نموده بود که تا اکنون شمار زیاد از کارکنان خدمات ملکی را ثبت کرده‌اند. در قسمت بایومتریک یا بایوگرافیک کارمندان که در حال حاضر این سیستم تطبیق شد در ولایت بلخ به تعداد 5600 از کارکنان ادارات و 13500 تن از در ساحه معارف اینا بایومتریک شدند. در همین حال اعضای اتحادیه نهادهای مدنی بلخ بر آگاهی دهی بیشتر شهروندان از چگونگی روند جذب افراد به نهادهای دولتی سخن گفته از فعالیت‌های صورت گرفته در این نهاد قدردانی می‌کنند. خوب است که اصلاحات اداری دنبال یک راهکار باشه که از صنف 3 به بعد ارتباط مستقیم با اداره عامه، با ژورنالیسم، با حقوق، با اکثر دانشگاه‌ها داشته باشه. حالا شریعت حساب جدا، ولی سایر بخش ها ارتباط مستقیم با اصلاحات اداری داره. برنامه ریزی شده به گونه ماوار برگزار شود تا امو چالش ها و مشکلات را که ریاست محترم شما در قبال استخدام و پروسه های دیگه که مطابق لایه صورت می گیرم ما بتانیم کمکتان بکنیم و این خوب است که منظم باشه. در حالی که رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بلخ بر تلاش‌ها جهت شفافیت در اخذ امتحانات رقابتی و جذب کادرهای شایسته بر ادارات دولتی تاکید می‌کنند، اما نبود امنیت، منازعات قومی، زبانی، سمتی، دخالت در امور اصلاحات، فساد گسترده، ساختارهای نامناسب را از عوامل جدی مانع اصلاحات در ادارات دولتی بیان می‌کنند.
شهر مزار شریف پس از کابل پایتخت کشور، جاده های درون شهریش مجهز به سیستم چراغ های ترافیکی است. اما عدم توجه رانندگان به چراغ های ترافیکی نه تنها سبب بندش جاده ها شده، بل بی‌نظمی جدی ترافیکی را نیز به وجود آورده است. شهروندان مزار شریف رانندگان را به عدم توجه قوانین ترافیکی متهم کرده، خواستار برخورد جدی پلیس ترافیک با متخلفینند. به دلیل نبود پارکینگ، ازدحام وسایط و بندش جاده ها در شهر مزار شریف با گذشت هر روز در حال افزایش است. جاده های اطراف روضه مبارک به دلیل عدم توجه پلیس ترافیک مکان مناسب برای پارکینگ وسایط مخصوصا تاکسی های شهری شده است. اینجا هم جاده منتهی به بیمارستان ابو علی سینای بلخی در شهر مزار شریف. گذشتن از این مسیر و رسیدن به بیمارستان کار آسان نیست. این بی‌نظمی سبب شکایات شهروندان مزار شریف شده است. خواست ما در مدیر ترافیکی است که یک جای منظم برای موتر، برای وسایل، همیشه برای از شهروالی خواست ما است که کراچی‌هایی که بی‌نظم و شهر هر جای است، اینا از اینا یک جای تعیین کنند که اونا مردم هم فقیر از کاروبار هم کنن، نظم شهر هم درست باشه. خب میبینین راه بند است، سرکا بند است، مدیریت ترافیک باید در اینا یک توجه بکنه که اگه استادگاه از اینا را صحیح جور کنه، هر کس در استادگاه خود استاد کنه خیلی خوب میشه. در همین حال دارندگان این وسایط میگویند به دلیل نبود پارکینگ ناگزیرند در کناره های جاده وسایطشان را پارک کنند. اگر پارکینگ جور باشه، ما حق نداریم که در سر سرک موتر استاد کنیم. مجبور و مکلف هستیم که باید سر سرک استاد کنیم، سر سرک همین موتر استاد کنیم، سواری خود بالا کنیم. هر چاره ای رسایی که بدر قن 500 دانه موتر است، مگم 3 دانه بدر قن سواری نیست. بدر قن شهر ما خراب شده، کل کثافت روی سرک میاد. این بی‌نظمی تنها به توقف وسایل در جاده های شهر خلاصه نمی شود. جاده های درون شهری که مجهز به سیستم چراغ های ترافیکی است نیز از سوی شمار رانندگان رعایت نمی شود. با این حال خواستیم در این مورد صحبت مدیریت ترافیک بلخ را داشته باشیم، اما آنان حاضر به مصاحبه نشدند. حالا هم نگاهی زود گذر داریم به چند رویداد مهم دیگر. در نتیجه یک انفجار انتحاری در مقابل در ورودی دانشگاه نظامی مارشال فهیم، 5 تن شهید و 12 نفر دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله، ضمن تایید این رویداد گفته است در این انفجار 2 تن به شمول 3 نظامی شهید شدند. او اضافه کرد که 5 غیر نظامی و 7 نظامی نیز مشمول زخمی های این رویداد هستند. تو اکنون فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. بیش از 170 عضو طالبان در غور و هرات به نیروهای امنیتی تسلیم شدند. در خبرنامه‌ای که از سوی وزارت دفاع به نشر رسیده آمده است که 160 تن از طالبان با 3 فرماندهشان به نام‌های عبدالله، محمد یوسف و ملا سرور در ولسوالی شهرک ولایت غور و 12 طالب دیگر در ولایت هرات به نیروهای امنیتی تسلیم شدند. این در حالی است که چندی پیش نیز در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی در ولایت‌های غور و هرات بیش از 400 عضو طالبان به نیروهای امنیتی تسلیم شده بودند. توجه نمایید به چند خبر مهم از جهان. با جان باختن 103 نفر در یک روز، ویروس و کرونا رکورد جدید بر جای گذاشت. تعداد قربانیان اکنون به 1016 نفر رسیده و تعداد مبتلایان به آن از مرز 42,000 تن گذشته است. همزمان با گزارش این رقم از قربانیان ناشی از ویروس و کرونا در چین، رئیس جمهور این کشور چند مقام های عالی رتبه را در مبارزه با کرونا برکنار کرده است. ویروس کرونا با قربانی گرفتن حدود 1016 تن رکورد جدید را به ثبت رساند. در همین حال گزارش ها کیست که رئیس جمهور چین دیروز به خیابان‌های پکن رفته و تعداد از مقام‌های عالی رتبه را از وظیفه‌شان سبکدوش کرده است. نماینده حزب کمونیست چین در کمیسیون بهداشت استان هوبی، رئیس کمیسیون بهداشت این استان و معاون سازمان صلیب سرخ در این منطقه هم به علت تخلف در انجام وظایف خود از جمله مقام‌های برکنار شده هستند. روز دوشنبه همچنان مرگبارترین روز از زمان شناسایی ویروس کرونا در دسامبر گذشته لقب گرفت. با جان باختن 103 تن در روز دوشنبه، مجموع قربانیان این ویروس به 1016 تن رسید.
در چین اکنون تعداد کل مبتلایان به 42200 تن رسیده که بیش از 75% آنها در داخل استان هوبی قرار دارند. همزمان با این در دیگر نقاط جهان موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا گزارش شده است. در بریتانیا 4 مورد جدید دیگر شمار مبتلایان را به 8 تن رسانده است. در بندر یوکوهامای ژاپن شمار مبتلایان به کرونا در کشتی تفریحی دیاموند به 135 تن رسیده است. این کشتی تفریحی حدود 3700 سرنشین دارد و در سواحل یوکوهاما در قرنطینه است. ترکیه از کشته شدن 101 سرباز حکومت سوریه توسط نیروهای کشورش خبر می‌دهد. این اقدام ترکیه پس از کشته شدن 5 سرباز ترکی در پی بمباردمان قوای سوریه در ادلب صورت گرفته است. ترکیه بعد از کشته شدن 5 سربازش در پی بمباردمان قوای سوریه در ادلب سوریه از انتقامش با کشتن 101 سرباز سوری خبر داده است. وزارت دفاع ترکیه بر رسانه ها گفته است 3 تانک و 2 توپ قوای حکومت سوریه را در این حملات از بین برده است. گزارش ها از سرنگون شدن 1 هلیکوپتر حکومت سوریه در پی این حملات را نیز تایید می کند. این در حالی است که هیئتی از روسیه برای گفتگو روی کاهش تنش ها در ادلب که آخرین سنگر جنگجویان مخالف حکومت سوریه به شمار می رود وارد شهر انقره پایتخت ترکیه شده است. توجه نمایید به تازه‌ترین رویدادهای ورزشی. ورزشکاران تیم کورلینگ کشور روز گذشته تمریناتشان را برای آمادگی به جشنواره بازی‌های زمستانی در ولایت بامیان آغاز کردند. مسئولان کمیته بانوان فدراسیون کرولینگ از شرکت ورزشکاران نشسته در جشنواره بازی‌های زمستانی ولایت بامیان خبر داده است. مسئول کمیته بانوان فدراسیون کرولینگ از نبود بودجه، میدان بازی و نبود امکانات شکایت دارند و افزود بیشتر امکانات این ورزش را خود ورزشکاران فراهم ساختند. کرولینگ ورزشی که تازه در افغانستان جای پیدا کرده که در کنار پسران، دختران نیز در این بازی حضور چشمگیر دارند. یورگن کلوپ و شاگردانش امروز خبر خوب دلنشین را دریافت کردند. سادیو مانه مهاجم سنگالی این تیم بعد از سپری کردن روزهای سخت مظلومیت از امروز به تمرینات سرخ‌ها بازگشته است. تمام شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که این بازیکن سنگالی می‌تواند تیمش را در بازی با اتلتیک مادرید در مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان اروپا همراهی کند. مانه در جریان بازی تیمش مقابل ورهمتون که با برد 2-1 لیورپول به پایان رسید مظلوم شد و حالا در فاصله 19 روز بعد از این مظلومیت که در روز 23 جنوری اتفاق افتاده بود او به تمرینات تیمش بازگشت و زیر نظر یورگن کلوپ به تمرین پرداخت. حالا هم نرخ اسعار در بازارهای امروز کشور. یک دلار آمریکایی 77 افغانی 20 پوند، یک یورو واحد پولی اروپا 84 افغانی 50 پول. یک در همه امارات 20 افغانی 90 پول. 1000 تومان ایرانی 5 افغانی 65 پول. ۱۰۰۰ روپی هندی 1080 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 494 افغانی. پیش بینی وضعیت آب و هوای فردا. مزار شریف نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 2. کابل برفی، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 0. سرپل برفی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 0. میمنه برفی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین 2. فیض‌آباد نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 5. طالقان ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 1. کندوز ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 5. پلخمری نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 1.
شبرغان نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 10 پایین‌ترین 4 و ایبک ابری بلندترین درجه حرارت 13 پایین‌ترین 4. از توجهتان به خبرهای این ساعت سپاس. وقت بخیر. خدا نگهدار.